خدایا برای نجاتمان از این آتش به ما کمک کن، به ما راه نشان بده، صبر بده، به ارتقرال نیرو بده. به نظرم حالا که ترگوتو نکشتن حتما برنامه ی دیگه ای دارن. تو رو خدا، افشین خان به تو چی گفت؟ چه بلایی سرش اومده؟ چه بلایی سر برادرم آوردن؟ گوشتش که قابل خوردن نیست، به درد حرف زدنم که نمیخوره. فدات بشم، بگو، بگو کشتن، بگو حداقل کشتن. و صدش انداختن بیرون قلعه، اینطوری قلبم آتیش نمیگیره، ولی قلبم طاقت اینو نداره که بگی داره عذاب میکشه. فدات بشم، اگه چیزی هست که میدونی بگو. افشین خان همینا رو به من گفت دوان. خان، اگه افشین خودش از لونه شوالیه اومده باشه چی؟ حتما جای قلرم میدونه. ببینم افشین کجاست؟ موضوع دیگه یه هست. وقتی اتفاقاتی که سر دخترمان حلیمه اومده بود و شنید، نتونست صرف کنه، با عجله رفت. چه برای سر سلطان حلیمه اومده؟ نل عزیز میخواد با دخترمان حلیمه ازدواج کنه. این ازدواج چطور ممکنه؟ ضمناً شاهزاده نعمانم این درخواست ازدواج العزیز رو پذیرفته. ارتقرال، باید خیلی مواظب باشین، فهمیدین؟ قبل از فرمان من کسی تکون نخوره. خدایی که درد داده درمانشان میده، قصه نخور. درد یه عذابه، درمان هم عذابی دیگر. تقدیر من همیشه درد بوده،
این اسب اولین باری که تو کوههایی که برای آلپ شدن رفته بودم دیدم. اون متفاوت تر از بقیه اسبا بود، وحشی تر، چموش تر. به سختی گرفتمش و آوردمش به قبیله. همیشه چموشی میکرد، بعد آب و نون قبیله رو خورد و اهلی شد. اون با باور و اعتماد فهمید که چقدر برای من با ارزشه. اون دیگه مال توی، اگه اجازه بدی اسمشو میذارم سلطان. انشالله بعد از این راهتون از هم دیگه جدا نشه. راه طولانی در پیش داری، حتی اگه پایانش مشخص نباشه راه برای ماست. از سلطان مراقبت میکنم، تا عمر دارم با من زندگی خواهد کرد. ارتغرل، دیوونگی نکن. فراموش نکن چرا به اینجا اومدیم. باید با شاهزاده نومان حرف بزنم برادر. نباید بذاریم برای نجات فرزندش بازیچه شوالیه ها بشه. صبر کن، بذار صبح بشه. باید با العزیز ملاقات کنم، میفهمی؟ نمیتونم تا صبح منتظر بمونم. باید برم به قصر. ارتغرل، این دیوونگیه. اتفاقای دفعه قبل رو یادته؟ اگه دوباره زندونی بشی این بار نمیتونیم نجاتت بدیم. باید به قصر برم برادر. حالا که تصمیم به رفتن گرفتی، بذار کار لازم رو انجام بدیم.